مامان بیدار شدی؟ استراحت کردی؟ زود بیدار شدی؟ اون چمدونه مامان؟ میخوای جایی بری؟ نرو مامان. مامان چمدونو بذار سر جاش مامان. لطفاً بذارش. خواهش میکنم صبر کن مامان. نه مامان صبر کن. نمیذارم بری. تو نمیری. همینجا میمونی. نباید بری. من نمیتونی بری مامان جون. پسر عزیزم. جای بدی که نمیرم. داداش تو خارج بیمارستان خوب برای من آماده کرده. میرم خوب بشم. میرم اونجا. خارج از کشور؟ نه. نه مامان نمیذارم جایی بری. ببینم پسرم تو نمیخوای من خوب بشم. میخوام. ولی همینجا بمون. من ازت مراقبت میکنم مامان جون. خواهش میکنم بمون. زیا این بیمارستان فرصت بزرگی برای خوب شدن من عزیزم. یامان برای رفتن من به اون بیمارستان خیلی زحمت کشیده. یامان و تو هر دوتون امروز رفته بودین بیرون دنبال این کارا؟ آره مامان جون چند دقیقه پیش خبرش اومد. با رفتنم موافقت کردن. رفتن به اونجا خیلی سخته. خیلی خوششانسم مگه نه عزیزم؟ ولی مامان یعنی بازم جدا میشیم؟ نه من بدون تو نمیتونم. من نمیتونم. میمیرم مامان میمیرم. پسر عزیزم هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. اصلا نگران نباش. میدونی قلبای ما با هم میزنه. هر جای این دنیام که برم قلب ما یکیه. اصلا نگران نباش. هر روز بهت زنگ میزنم پسر. با هم دیگه حرف میزنیم. تو هم از باغچه و گلات واسم میگی. انگار اصلا از هم جدا نشدیم. انگار پیشتم. باور کن عزیزم. پسرم گریه نکن مامان جون. من تحمل دیدن اشکای تو رو ندارم. ولی مامان من از تو سیر نشدم. من نمیتونم. ای کاش نمیرفتیم مامان. من خیلی دوستت دارم مامان. خواهش میکنم نرو. عزیز دلم منم خیلی دوستت دارم. تو یه تیکه از وجود منی. زیای من عزیزم. عزیز مامان. من بدون تو نمیتونم مامان. صبر کن چیچک. خواهش میکنم نرو. یه چیزی شده چیچک. اون داره گریه میکنه. من با یامان حرف میزنم. منو ببر نزدیک دریا دیگه. نه مامان تنهات نمیذارم. من تو رو تنها نمیذارم مامان. مثل این که یه خبرایی شده. جانان خانوم ببینم کجا میخواین بریم؟ سحر مامانم
مامانم برای درمان میره خارج از کشور، یا من براش یه بیمارستان پیدا کرده. ولی ای کاش از پیشم نره، بمونه اینجا. بابت همه چی ممنونم. حلالم کن سحر. یوسفم از طرف من ببوس. دیدم تو اتاقش خوابیده، واسه همین نخواستم بیدارش کنم دخترم. پس یامان چی؟ مامان یامان ناراحت میشه، ناراحت میشه، بروش نمیاره، ولی اونم ناراحت میشه. من میدونم. اون داشت کار میکرد، به خاطر همون اومدم پایین. پسرم تو اتاقت کار میکردی، نخواستم مزاحم بشم، واسه همین نشد خدافزی کنم. اون چمدونو بذار سر جاش، کسی جایی نمیره. ولی مامانم خوب نمیشه. یامان مگه قرار نیست خوب بشه؟ ها؟ اینجا درمان میشه داداش، دکتر از خارج میارم اینجا، نگران نباش. شنیدی مامان؟ تو جایی نمیری، میمونی اینجا، تو میمونی پیش ما، تو جایی نمیری، میمونی پیش ما، میمونی پیش ما، نمیری. یامان داره میگه دکتر میاد اینجا مامان جون. همینجا میمونی، نمیخواد جایی بری. نمیری مامان، نمیری، میمونی اینجا، تو میمونی، میمونی کنار ما، میمونی اینجا، قرار نیست بری، میمونی همینجا، جایی نمیری، میمونی پیش ما. یالا بریم مامان جون، یالا زود باش، بریم بریم. تموم شد یا بازم هست؟ تموم شد جناب سرهنگ. این پرونده برای مام خیلی مهم بود، به اون کوچولو عادت کرده بودی، دختر بامزه و باهوشی بود. آره، مثل جن بود، اگه بدونی متوجه چیا شد. متوجه چیا شد جناب سرهنگ؟ چیزایی که نتونستم به دویگو بگم، حسم نسبت به اونو فهمید. واسه این که عشق شما اصلا الکی و تو خالی نیست جناب سرهنگ، واقعیه. تلاشتون برای جناب سرهنگ دویگو واقعا خیلی قابل قدره. نباید اینا رو بگم، اما همه اینا حقیقتن. من با احساساتم جلو میرم، به جز این واسم ممکن نیست. و به خاطر دویگو هر کاری میکنه. همینطورم ادامه میده. ممنونم کجا. یعنی چی؟ نکنه
مامان اینا رو میبریم تو باغچه‌ای که تو حیاط درست کردم. این گلا خیلی به اونجا میاد. برای درست کردن اونجا خیلی زحمت کشیدم. اینا رو میبریم اونجا باشه؟ تصمیم سختی گرفتی. هر کاری از دستت برمی اومد و انجام دادی. ولی زندگی پاداش کارهای خوبی که کردی رو بهت میده. من به اندازه تو مطمئن نیستم. هنوز کلی سوال تو ذهنم هست. انگار وجودم در هم شکسته. یه صدا میگه باور کن و یه صدا میگه دیگه اعتماد نکن. ممکنه زیر یه سقف باشیم، ولی باید مراقبش باشی. همیشه یک قدم ازش فاصله داشته باش. معلوم نیست که قراره نیشمون بزنه. مامان ببین، این یاسمنه، خوشگلی و اصالتتو نشون میده. اینو برای تو کاشتم چون بویه تو رو میدم. مامان بیا. پسر عزیزم، اوه چه بوی خوبی هم داره، خیلی ممنونم. ولی خاکش یکم کمه، این خاک برای اون کافی نیست، باید خاکش بیشتر باشه، اینجوری گلاش باز نمیشن. من میرم یکم خاک بیارم، برمیگردم. مامان جای نری باشه، اینجا منتظر بمون، الان میام. بگو یه چیزی پیدا کردی نجمی؟ یه چیزایی فهمیدم، اگه بهتون بگم باورتون نمیشه. تا همین اواخر یمان کرمانی و سحر کرمانی از هم جدا شده بودن. سحر کرمانی میره یه محله کوچیک. اونجا توی یه کافه شروع به کار میکنه. صاحب کافه یه آدم مجرد بود. یه دختر تو سن و سال نوه شما داره. طرف با عروس شما حسابی با هم جور شده. تو مدت زمان کمی با هم صمیمی شدن. نکنه اسم اون آدم فکرته ها؟ آره، از کجا میدونید؟ از یه نامه پاره شده و خوابه یه بچه یه کوچیک. این اطلاعات خیلی مهمه. ببین، باید با من در ارتباط باشی، فهمیدی؟ باشه. بیچارتون میکنم. چراغ فکرتو کبریتای من. برای این که نمیرید، برای این که چیزی تو نشه رفتم. فائق منو مجبور کرد پسرم، اون یه دیوونه بود، اون همیشه جلوی منو میگرفت. اون تهدیدم کرد، گفت بچه ها تو با چاقو میزنم، میفهمی؟ قسم میخورم یامان، مجبور شدم. آخه چطور میتونستم فائق دیوونه رو با بابات روبرو کنم؟ فکر کردی فراموش میشن؟ آره؟ به خاطر همون وقتی اون بیشرف مرد برگشتی پیشمون؟ نکنه مرده یا زنده بودنمون وسط اهمیتی نداشت؟ نه پسرم، برای این که یه روز شما رو ببینم حاضر بودم جونم رو بدم. همین که از شرش خلاص شدم خیلی خوشحال بودم که به بچه هم میرسم، ولی فهمیدم که بابات مرده. زمانی که داشتم با این خجالت زندگی میکردم، گفتم با این وضع چطور میتونم برم پیش بچه هم؟ به هم انگیزانه کثیف و قاتل زده شده بود. خجالت کشیدم، خیلی خجالت کشیدم، نتونستم. نتونستم.
من نتونستم برای شما مامان باشم پسرم. دیگه نمیتونم توی شما نگاه کنم. نمیتونم نگاه کنم. از اینجا برو. از اینجا برو. خواهش میکنم از اینجا برو و تنها بذار. برو یامان برو. مامان از هدیه‌ام خوشت اومد؟ آره مگه میشه خوشم نیاد؟ من عاشق گل یاسمنم. میدونم. یامان من به مامانم گل دادم، ببین هدیه‌ام خوشش اومده. فائق به من پیله کرده بود. نمیتونستم از شرش خلاص شم. اگه اذیت میشدم من مجبور بودم یه تصمیمی بگیرم برای محافظت از شما. باید شما را از خودم سرد میکردم. خواستم بیشتر از این عذاب نکشین. باباتون کنارتون بود. گفتم عصبانی میشن، متنفر میشن. زیا، داداشت خیلی سرش شلوغه. اینجا مزاحمش نشیم، منو ببر تو اتاقم باشه. باشه مامان، باشه. خسته نباشی یامان، خسته نباشی. ممنون داداش. بریم مامان. رفتم قهوه درست کردم. از تصمیمیت پشیمونی؟ انگار سالها پیش خنجر فرو کردن به پشتم، در حالی که مطمئنم کار کیه. میگه من نبودم، میگه بال و پرم شکسته بود. برای اینکه بدونم راست میگه به چشماش نگاه میکنم، ولی هر بار که نگاه میکنم زخمم بهم میگه اون این کارو باهات کرده. نباید به حرفاش گوش کنم، نباید اعتماد کنم، وگرنه یه خنجر دیگه به پشتم فرو میکنه. کاملا مطمئنم. یعنی درونم پشیمونی نیست، ندونستن و گمراهیه. نمیتونم چیزایی که تا امروز میدونستم و باور کنم و نه اونو. من اون زنو نمیشناسم، نمیتونم قبولش کنم، نمیتونم ببخشمش. همین چی تازه است و همینطور نامعلوم. شاید برای اینکه همه چی معلوم بشه باید از امتحان زمان عبور کرد. اگه زمان علیهمون پیش نره و به عزیزانمون صدمه نزنه کافیه. من میخوام یکم کار کنم، میرم تو اتاقم. باشی. جاش خیلی خوبه مامان، ولی روزی دوبار بهش آب بده باشه؟ دوست نداره مستقیم به خورشید نگاه کنه، برای همین گذاشتمش اینجا مامان. ولی اگه خواستی جاشو عوض کنی طبق این جاشو تنظیم کن. یه چیزی رو میدونی مامان، توجه کردنو دوست داره. توجه رو خیلی دوست داره، خیلی دوست داره مامان، باور کن دوست داره. آی باشه 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 پسرم باشه. ببین امروز همش داری همینا رو میگی پسرم، مگه میشه من از هدیه تو بد مراقبت کنم؟ خب راست میگی مامان جون، چرا مراقبش نباشی؟ بالاخره مامان منی. اگه بازم چیزی میخواستی در موردش بپرسی ازم بپرس. باشه باشه میپرسم پسرم.
حالا به من یکم اجازه بده استراحت کنم. ها؟ اصلا حوصله ندارم پسرم. باشه. باشه مامان. باشه. باشه پس تو استراحت کن. استراحت کن. یالا. یالا میبینمت عزیزم. یالا. یالا برو دیگه. باشه پس من میرم تو استراحت کن مامان. باشه؟ خوب استراحت کن. استراحت کن. میبینمت. میبینمت. وای آفرین بهت جانم. اوف. آفرین بهت جانان، برای همیشه تو امارت مستقر شدی یا منم از سر راهت برداشتی. آفرین بهت. اینجا فقط یه مانع هست، نمیتونم نقش مادری مظلومو تحمل کنم. فوراً باید از ثروت یمان یه سهم بزرگ به دست بیارم تا زندگی که لایقش هستمو داشته باشم. بعدش با هم از اینجا میذاریم میریم، بعدش با عشقم میریم یه مسافرت عالی. یعنی الان چی کار میکنه؟ حتما دلش برای من تنگ شده، حسرت منو داره. حسرت منو داره. کار دارم بعدن حرف بزنیم. کارتو بکن. من برای همیشه تو امارت کرمانی مستقر شدم و دارم لذت میبرم. پس موفق شدی، آفرین. حتما کرم. وقتی میگم انجامش میدم، میدونی. الان نوبت اینه دیگه. ثروتی که حقم هست و به دست بیارم. برای ما و برای رویاهامون. همه چی داره خوب پیش میره. آره، بمون و منتظر باش. باشه، هرچی تو بگی پرنسس. چشم برات هستم، عجله کن. به من میگه پرنسس، چشم و ابرو مشکی خودم. پرنسست قربونت بره، همه چی رو درست میکنم. به خاطر تو این امارت رو به جون هم میندازم. البته یکم من به این داداش فکرت سحر بستگی داره، ببینم چه آدمی از آب در میاد. حداقل یه مرد خوش قد و هیکل از آب در اومد. فامیلش چی بود؟ خدای من، آدم خوشتیپیه. یامان خوشحال میشه، خیلی خوبه. من با احساساتم جلو میرم، به جز این واسم ممکن نیست و به خاطر دویگو هر کاری میکنم و همینطورم ادامه میدم. نه عزیزم، نه، حتما اشتباه متوجه شدم. بالاخره ما همکاریم دیگه. آدم برای همکارش هر کاری میکنه. ابراهیمم بود، همین کارو میکرد. نه، نفس بکش. چشاتو باز کن، به من نگاه کن. ببین، نجات پیدا کردی. یالا شروع کن. باشه، مگه من بچه‌ام؟ خودم میخورم. ولی تو هم باید با من بخوری.
باورم نمیشه. کشکول خریدی؟ نه نه، ابراهیم گل نمیداد. نمیداد این یعنی چی؟ یعنی علی نسبت به من، این چطور ممکنه؟ نه، داره زنگ میزنه، نمیتونم جواب بدم، جواب نمیدم. بس کن دیگه. خب چند دقیقه بعد هم دیگر رو میبینیم دیگه. اوه. الو میشنوم. الو. وقتی ندیدمت نگرانت شدم دایگو. ببینم کجایی؟ من اومدم بیرون یکم هوا بخورم، چیزی نیست. عجب، چیزی شده؟ خوبم، گفتم چیزی نیست، اتفاقی نیفتاده. چه بدونم، چون قبلا اصلا ندیدم موقع کار بزنی بیرون، واسه همین گفتم. بگذاریم، چند تا پرونده هست که تو هم باید ببینی، بهتر زیاد دیر نکنی. باشه، دیر نمی کنم. حالا باید چی کار کنم؟ حالا یمان ندیم، به تحقیق ادامه بده. چی شده؟ به چیز جدیدی شک کردی؟ نمیدونم، هر کسی که اونو میشناسه رو پیدا کردم، ولی بعضی چیزا ناقصن، هیچی درست در نمیاد. برم از پسرم تشکر کنم، باید برم بهش بگم چقدر مدیونشم. بعد از سر کردن ما چی کار کرده و کجا با کیا زندگی کرده، هر چیزی که نمیدونم همشو با جزئیات میخوام. باشه، تحقیق کن. اصلا هیچی رو جا ننداز، خیلی مهمه. نمیتونم چیزی رو به شانس بسپارم. از این به بعد تو امارات زندگی میکنه با خانواده من. تحقیق کن، همه راهایی که به حقیقت میرسن و بستم یا من جون. حتی از نزول خور پول گرفتم برای راه انداختن این بازی. جز این که بفهمی مامانه چقدر با وفاست، چیز دیگه ای نمیتونی بفهمی یا من. آی صبر کن چیچک، امتحان میکنم، آماده ای؟ باشه یه لحظه. حاضرم. بگیر. آی خدای من، منو محکم نگه دار. میتونی پادو حس کنی؟ آره، یعنی تقریبا میتونم. خب میتونی قدم برداری؟ ببین، فعلا همینقدر، اما بهتر از اینم میشه. خیلی خوبه، داری خوب میشی. من خوب میشم. چی شد؟ چرا احمد رفت تو هم؟ نشنیدی یامان چی گفت؟ اون زنه همینجا میمونه، همه چی تموم شد، اون نمیخواد از اینجا بره، من دارم سعی میکنم از شر سحر خلاص بشم، حالا این زنم پیدا شد دیگه. دارم فکر میکنم اون چه ضرری میتونه بهت برسونه، مگه اون زن مریض نیست؟ اگه متوجه باشی منم نمیتونم راه برم. یعنی میگی اون دروغ میگه؟ نمیدونم چیچک،
نمیدونم. یه صدایی از درونم میگه این زنه یه چیزی میخواد. من باید بدونم. باید ظاهر و باطن این زن رو بدونم. باید نقطه ضعفش رو پیدا کنم. اینطوری میتونم به آرامش برسم. خب چی کار کنی؟ فکری تو سرت داری؟ دارم. رابطه تو همیشه باهاش خوب نگه دار. اینو فراموش نکن. چشم از اون زنه بر ندار. اما گوشیش، اگه بتونیم گوشیشو برداریم حتما میتونیم یه آتوی خوب از این زنه پیدا کنیم. حتما اونجا یه ردی گذاشته. گوشیش مثل جعبه سیاه میمونه. باید اونو برداریم. هر طور شده باید اون گوشی رو بیاری اینجا. اینم امضا کردم. ببینم چیز دیگه نیست؟ اینجا جناب سرهنگ. آخریه. خسته نباشی. موفق باشین. یواش. مراقب باش. چرا عجله داری؟ ببخشین جناب سرهنگ. معذرت میخوام. بگذاری. سرهنگ دویگو پرونده ها میخواستم بگم پرونده ها اینجاست. اوف خدای من. بگذری الان جمعش میکنم. کدوم پرونده؟ باشه. آره اینجا هم دو تا پرونده هست. باشه. توالت خوبه؟ مشکلی پیش اومده؟ نه چیزی نیست. بهتون گفته باشم امروز طوفان به پا میشه. دور سر جناب سرهنگ دوگو یه عالم ابرای سیاه جمع شده. دیگه داری شلوغش میکنی ابراهیم. اون فقط یکم عصبانیه همین. اینطوری نگو عزیزم. ببین خیلی عصبیه. بد جوری ناراحته. بزرگش نکن ابراهیم. به خاطر یه چیزی کلاف است ولی بعدن خوب میشه. خب شرط بزنیم. باشه قبوله. اگه امروز دعوا نشد هر چی خواستی من میخرم، ولی اگه امروز دعوا شد یه اسکندر کباب با وایسا دوبلش کن. باشه قبوله. اگه من برنده شدم اون پیراهنی که خوشم اومده رو میخری. باشه باشه. یالا ببینم. کجال برام آرزوی موفقیت کن. Thank you.
تو کدوم دریا غرق شدن؟ چی غرق شده؟ کشتیات. همون سمتی که کشتی های تو غرق شده. وقتی اینجوری ناراحتی احساس خیلی بدی بهم دست میدی. نمیتونم هیچ کاری کنم، احساس پوچی میکنه. حس نکن، وقتی صورت تو خندون باشه خوشحال میشم. منم همینطور. پس بهتر یکی از من دوتا بخنده، وگرنه وارد یه دوران سیاه میشیم. آره، هر دومون تو این موضوع که خنده بیشتر به تو میاد هم نظریم، مگه نه؟ هر کاری بتونم میکنم، امتحان میکنم. پس من یه کاری میکنم. چی کار کنم؟ مثلا برم آشپزخونه. آره، برم آشپزخونه. گفتم درستش میکنم، گوش نکردی. ببین خیلی خسته شد، بهتره بدیش به من، بیشتر از این زحمت نکش. نه چرا خسته بشم، اینطوری حواسم پرت میشه، اتفاقا خوبی. پس باشه عزیزم، تو کارای اینجا رو تموم کن، من میرم سالن رو جمع میکنم. باشه. ذهنتون درگیر به نظر میاد، حالتون خوبه؟ نمیدونم داداش انگیز، انگار نگرانم. اولین بار اونو اینطوری میبینم. ظاهران حالش خوبه ولی خیلی بیقراره، خیلی کلاف است. میخوام بهش کمک کنم ولی جز اینکه کنارش باشم و باهاش حرف بزنم کار دیگه ای از دستم بر نمیاد. آقا یامان داره با بحران بزرگی روبرو میشه، زمان میبره مثل سابق بشه. دوره سختی هست داره ولی عادیه. کاش بتونم یکم بخندونمش. اون همیشه یه راهی پیدا میکنه منو بخندونه ولی من هنوز پیدا نکرده. به صحبتهای گذشتتون فکر کنید، حتما سر نخی پیدا میکنید. تو چی؟ از سورپرایز شدن خوشت میاد؟ تو امروز جز زندگی هیچ کسی دیگه منو سورپرایز نکرد. همه سورپرایزهای اونم بد بوده. راستش هست. آره هست. مگه میشه نباشه؟ تا امروز همش اون منو سورپرایز کرده، الان نوبت منه. چه کاری هست که اون دوست داشته باشه؟ چه سورپرایزی دوست داره؟ نزدیکترین کس به اون شمایید، کسی بهتر از شما اینو نمیدونه. چیزی لازم داشتید به هم بگید. با اجازتون. داداش انگیز درست میگه، من اونو خوب میشناسم. باید یه کاری کنم که حس کنه دوستش دارم و برام مهمه. چی میتونه باشه؟ رقصمون.
گفته بود نصفه موندی. راستش فقط رقصمون نیست که نصفه موندی. سر سر من واقعا معذرت میخوام، یه شبمونو خراب کردم. نه اینطور نیست، هر لحظه که کنارم هستی برای من مهمه، نمیخوام چیزی خراب بشه. ولی و من بهت قول میدم تا وقتی که تو نخوای بهت دست نمیزنم. تا اون موقع هم صبر میکنم، تا وقتی قلب و روحت آماده باشه منتظر میکنم. من چطوری بهش بگم آماده؟ آروم باش سحر، منم. چیزه، یه لحظه حواسم پرت شد. برای چی آماده ای؟ چی گفتی؟ وقتی اومدم داشتی میگفتی چطوری بگم آمادم. چیزه من